به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم امنیان و تمامی دوستان عزیزم. با آموزش تیرامیسو در خدمت شما هستم. آموزش تیرامیسو و درست کردن تیرامیسو سخته؟ خیلی راحته خانم امنیان. چرا عموما ماها درست نمی‌کنیم تو منزل؟ حالا امروز من سعی می‌کنم مرحله به مرحله دقیقاً تمام موارد رو توضیح بدم تا دوستان عزیز همین امروز انشالله برای ازشانشون آماده کنم. خواهش میکنم. اگه اجازه بدیم مواد اولیه خدمت دوستان معرفی کنم. قهوه فوری داشتیم، یک قاشق سوپ خوری، شیر گرم، یک چهارم پیمانه، پنیر خامه ای 300 گرم، خامه شیرین شده فرم گرفته 1.25 پیمانه که معادل 300 گرم هستش، شکلات تخته ای رنده شده 100 گرم، پودر کاکائو مقداری، کیک اسفنجی و خورده کیک اسفنجی مقداری، موز زغالاخته یا توت فرنگی جهت مواد وسط و تزئین. خانم امنیان عزیزم، یه قالب کمربندی برای دوستان عزیزم انتخاب کردم که این قالب کمربندی را روی کیک اسفنجی یا رولت هایی که دوستان عزیز من فرمش از همین برنامه خدمتشون عرض کردم میتونن مراجعه کنن به برنامه های قبلی. اینو دقیقا قسمت زیری که جدا میشه گذاشتم روی کار، با یه کاتر اونو بریدم، بعد این قسمت رو برمیدارم میندازم داخل قالب کمربندی. در این مرحله من این میذارم کنار. شیر رو یه مقدار گرم کردم و قهوه فوری رو داخل اون میریزم. کاملا با هم دیگه مخلوط میکنم. و نون ته تیرامیسو رو با این مایه کمی آغشته میکنم. بله بله، آغشته میکنم به این مایه. تو این فاصله دوستان عزیزم خامه شیرین فرم گرفته شده داشتن و پنیر خامه که اگر خواستن آماده بکنن هر دوتا به یک میزان بود. اینا رو جدا جدا با همزن میزنن. اول خامه فرم گرفته شده خامه رو فرم میدن و بعد پنیر خامه ای رو با همزن خوب میزنن. بعد از اون هر دوتا رو با هم دیگه ما مخلوط میکنیم. بعد من یه مقدار قبل از برنامه به خاطر اینکه تمام مراحل رو بتونم آماده کنم نخیر محبت میکنم خواهش میکنم. پنیر خامه ای هم اضافه کنم. من یه مقدار خامه رو زدم، پنیر خامه ای هم میزنم با اجازتون. جزو دستورمون خانم امنیان عزیز، ما موز هم داشتیم. اگه دوستان عزیز به من یه زمان بدن من ببخشه این موز از داخل یخچال بیارم. ببخشه یه مقدار دیگه با اجازتون خامه هم میزنم. دو تا مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. این ماده که آماده شد من لابلای اون باید حتما لابلای تیرامیسو بریزم و دور تا دور ظرف هم خانم امینیان جان میتونم تو تصویر دوستان عزیزم میبینم. از همون کیک اسفنجی استفاده کردم، با خطکش منظم به یک اندازه با قطر و طول مساوی دور تا دور ظرفم بله برشتم. اگه دوستان از این بیسکویت های انگشتی نداشتن به راحتی میتونن از همون کیک هایی که اسفنجی که آماده میکنن. حالا بله بله، این کیک ها رو من آماده کرده بودم برای چند روزی مونده بود داخل یخچال. من گفتم این استفاده رو ازش بکنیم که هیچ ماده دقیقاً اسراف نشه. بعد از اینکه مواد کاملا با هم دیگه مخلوط کردیم دور تا دور کارمون رو از این بیسکویت های انگشتی میچینیم یا کیک میچینیم و مواد رو داخلش میریزیم. یک لایه از مواد رو میریزم، بعد یه مقدار پودر قهوه و موز ما بین اون میذارم. خانم امنیان جان شما میدونید موز در معرض
هوا که قرار میگیره سیاه میشه. بله. بعد چه کارش بکنیم که این سیاه نشه؟ داخل یخچال همون من سیاه میشه، چه کارش کنیم؟ بله. خواهش میکنم. زنده باشید، به ما یاد بدید. اختیار داره، من در حضور شما درس پس میدم. خواهش میکنم، لطفا. ما باید موزو وقتی از پوست در میاریم با کمپوت آناناس آغشته کنیم. اصلا از پوست در میاریم. بله. زمانی هم که با کمپوت آناناس وقتی که شما به موز بزنین اصلا دیگه سیاه نمیشه، هر چند روزم بیرون بمونه یا وسط دسرا باشه هیچ اتفاق براش نمیفته. بعد همینجوری با پوست که داخل یخچال میره چی زود سیاه بله. میشه. اونو چیکار کنیم؟ اونم به نظرم بهتر میاد که داخل پاکت های قدیم، یا خاطرتون هست قدیما زمان پدر بزرگا مادر بزرگا پاکت پلاستیکی نبود، پاکت های خود ماها از این پاکت های کاغذی بود. بله. یعنی خواهی بگه سن ما قضیات. نه قضیش میکنم. نه ولی واقعا زمان یادم دوران کودکیامون خرید میرفتن پدر و مادرات از این پاکت های کاغذی بود. خب داخل اونا بذارن؟ بله اگه داخل اونا بذارن هیچ اتفاق دیگه براش نمیفته. خب من اینجا چون زمان ندارم با اجازت این مرحله در آخر آماده میکنم، اینو بهش اضافه میکنم. لابلای کارم هم یه مقدار قهوه من باید حتما اضافه کنم و موز. من اینجا یه مقدار خانم امیان جان برای اینکه این حالت رو فرم بگیره همون کیک رو گذاشتیم خوش شده، بهش اضافه میکنیم. دوستان اگه دوست داشته میتونن از ژلاتین هم استفاده کنن تا این فرم بیشتر میگیره و سفت میشه کاملا. اینجا هم من یه مقدار بریزم. خب الان بعد این لایه رو که بیزین چی کار میکنیم؟ بعد یه مقدار قهوه روش میپاشم، اگه اجازه بدین این کار رو من انجام بله. میدم. یه مقدار موز میذارم، قهوه و اونو میذاریم داخل یخچال. خب. بعد از یه مدت موز هم من تکه تکه میکنم بهش اضافه خب میکنم. خب میریم عواسط برنامه به شما سر میزنیم. خانم امیان جان خانم تیرامیسومون خواستم دوستان عزیز بیان با هم همراه بشیم، اگه اجازه بدین من از یخچال بله. بیارم تیرامیسو. یکی از تفریحات اعضای خانواده اینه که همیشه برن سر یخچال دیگه تو خونه. حالا با به اتفاق بیننده هامون رفتیم یخچال رو هم بررسی کردیم. خوبه که یه همچین دسر داخل یخچالمون باشه. بله دیدیم خوشایند و مطلوب اعضای خانواده میشه. خب بعد از این که یه مقدار استراحت کرد بله موزم ریختم، تمام مواد رو ریختم. من یه مقدار پودر قهوه روی کارم میریزم. بله. و یه مقدار کاکائو. واقعا آماده کردن تیرامیسو کار سختی نیست. من خودم شخصا همیشه فکر می‌کردم کار خیلی پرزحمتیه. از جمله دسرای یک دسر خیلی راحته. بله. بعد موزم روی کارم یه بخشی اسلایس می‌کنم. بله. با خامه فرم گرفته شده که من اینجا خواستم یه مقدار رژیمی تر باشه، خامه رو اضافه نمی‌کنم. یه مقدار شکلات چیپسی و یا شکلات تخته ای اگه دوستان شما تا اینجا رژیمی بود خانوم که حالا از خامه یه مقدار خامهشو کمتر گرفت میخوام خودمونو گول بزنیم. ولی واقعا از دسرهاییه که خب کالریش بالاست. بله کالریش بالاست. من مجدداً اینو داخل یخچال میذارم 5-6 ساعت استراحت کنه، بعد برای سرو آماده. خیلی عالی، دست شما درد. چطوری شما در واقع این کیک‌های اسفنجی رو گفتین برش میدین به جای بیسکویت‌های انگشتی، اونو توضیح بدید. حالا داخل یخچال بگذارید. ممنونم از توضیحی که دادین خانم امیان جان. خب. این سه تا رو به خاطر دوستان عزیزم بله من از همون کیک اسفنجی استفاده کردم با یک کاتر به راحتی. خب من اونو با اجازهتون میام میذارم داخل یخچال که شما خواهش. خانم امیان جان این کیک اسفنجی مو به این حالت همه رو به این اندازه میبرین داخل قالبمون میذاریم. بعد اگر که بلندی داشت وقتی همه رو بچینیم دقیقا میتونیم با قیچی به راحتی سر اون رو برش بزنیم. آره دیگه چون خیلی بافت لطیفی داره. دقیقا. بعد دست شما درد نکنه.